پژوهشگران سرطان و متخصصان فناوری در دانشگاه آکسفورد با تولید یک بازی کامپیوتری به نام ورق را برگردانیم از کمک مردم در تحقیقات سرطان یاری گرفتند. این ویدئو گیم قابل نصب روی کامپیوترها و تلفن‌های همراه است و اشیاء متحرکی روی صفحه بازی در واقع نشانگر سلول‌های سرطانی است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم دکتر شیده رضایی. کامرون رابینسون در حال بازی است تا ورق رو برگردونه و شانس نابودی سرطان رو در جامعه بشری افزایش بده. صفحه بازی او مثل همه ویدیو گیم ها یک دنیای مجازی و سرشار از نقطه های متحرک رنگارنگه که در مقابل حرکت با نور و صدا واکنش نشون میده و به بازیگر امتیاز میده. تنها تفاوت اینجاست که نقش و نگار این صفحه لام آسیب شناسی یک بیمار سرطانی است و امتیاز ظاهر شده تحلیل آماری سلول هایی است که به درمان جواب دادن. من فکر می‌کنم استفاده بسیار جالبی است، چون بیش از 1,200,000,000 نفر ساعت در دنیا این گیم رو بازی می‌کنند و سازندگان این بازی موفق شدن از میلیاردها ساعت نیروی کار رایگان با رضایت خاطر برای تحقیقات سرطان استفاده کنند. نتیجه امتیاز کسانی که تنها در یک ماه از دوره آزمایشی سال گذشته ورق را برگردانیم را بازی کردند، از اطلاعاتی رمزگشایی کرد که تحلیل آن با مجهزترین تیم تحقیقاتی نیز یک سال طول می‌کشید. دکتر آنکیتی، پژوهشگر ارشد این تیم تحقیق، میگوید کاری که میلیون‌ها بازیکننده در سال گذشته انجام دادند، معمولاً توسط 3 نفر در یک تیم تحقیقاتی انجام می‌شود. این ویدیو گیم زمان بسیاری رو برای ما صرفه‌جویی کرد. در واقع امکان ندارد تعداد اسلاید هایی که ما در گیم وارد میکنیم خودمان تحلیل کنیم و بازیگران بخش عمده ای از کار ما را انجام میدهند. دکتر آنکیتی میگوید چشم انسان توانایی بهتری در تشخیص نقاط معین در یک صفحه شلوغ و پرنقش و نگار دارد و نتیجه کار قابل اعتمادتر از زمانی است که کامپیوتر آن را انجام میدهد. من تردید ندارم که بازی‌های ویدئویی با توانایی مشارکت مردم و بازیگران در تحقیقات علمی بازار را قبضه خواهند کرد، زیرا هم سرگرم کننده است و هم مفید. پژوهشگران میگویند سایر عرصه‌های تحقیقاتی نیز می‌توانند همین رویه را دنبال کنند و در حال حاضر متخصصان نوروساینس در حال ساختن اپ مشابهی برای تحقیقات دمانس و آلزایمر هستند. شیده رضایی، صدای آمریکا.